بیش از هر چیز میخوام در مورد این توقیف کشتی کره جنوبی ازتون بپرسم. آیا اونطور که بعضی از مقامات ایرانی دارن میگن یک اتفاق تکنیکی است یا پیامی داره ایران میفرسته؟ پیام مسلما پیامی داره ایران میفرسته و این پیام دو جنبه داره. از یک طرف میخواد که ائتلاف‌های دریایی منطقه رو به چالش بکشه و اونا رو کم توان و بی‌قدرت جلوه بده و از طرف دیگه میخواد به هیئت کره جنوبی که قراره با ایران در مورد بدهی کره جنوبی، بدهی 7 میلیارد دلاری کره جنوبی مذاکره بکنن، به نوعی گروکشی بکنه و از این امتیاز برای گرفتن امتیاز از کره جنوبی استفاده بکنه. چطور در برداشت میکنید این بازگشت ناو هواپیمابر نیمیتس رو به منطقه؟ میدونیم که قرار بود ماموریتش تموم بشه یا دست کم فعلا از خلیج فارس خارج بشه، اما اونطور که بعضی خبرگزاری‌ها از جمله CNN دارن میگن به دستور خود شخص رئیس جمهوری آمریکا این ناو دوباره راهی آبهای خلیج فارس شده. بله، ناو هواپیمابر نیمیتس که زمانی که دستور گرفت که از منطقه خارج بشه با انتقاداتی مواجه شد. میدونیم که فرماندهی مرکزی آمریکا میخواست که این ناو در منطقه بمونه، ولی ظاهرا برخی تصمیم‌های سیاسی و همینطور خب اطمینان‌هایی که وجود داشت نسبت به نیروهای موجود در منطقه باعث شد که این ناو نیمیتس فراخوانده بشه، ولی با دستور گرفتن بازگشت به منطقه خب طبیعتاً امکانات بیشتری فرماندهان منطقه در اختیار خواهند داشت و در صورتی که کار به درگیری نظامی بکشه بتونن از اون استفاده بکنن. ناو نیمیتس الان در روبروی ساحل عمان در شمال دریای عرب حضور داره و در کنار اون کمی پایین‌تر نزدیک سواحل شاخ آفریقا هم گروه رزمی میکین آیلند قرار داره که یک ناو آبی خاکی هواپیمابر و هلیکوپتربر با 6 هواپیمای F-35 و یک گروه رزمی تفنگداران دریایی با 2200 تفنگدار که اون هم توانایی بسیار زیادی هم میتونه در کنار ناو نیمیتس در اختیار آمریکا بذاره. خب در کنارش زیردریایی جورجیا هم هست که 154 موشک کروز هم میتونه شلیک بکنه. احتمالا این زیردریایی به زودی از خلیج فارس خارج خواهد شد تا بتونه قدرت مانور بیشتری در آبهای عمیق‌تر داشته باشه. الان که رو نقشه نگاه میکنم تقریبا نزدیک آبهای بحرین هست، حد فاصله بین بحرین و ایران. میخوام برگردم به همون کشتی کره جنوبی آقای ندیمی. به هر حال کشتی‌های زیادی بودند که در این سال‌های اخیر نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی، آنطور که غربی‌ها میگن، در آب‌های نزدیک به ایران، آنطور که مقامات ایران میگن، توقیف شدن. اما کره جنوبی یکی از اون کشورهایی بوده که علی‌رغم اینکه به هر حال متحد آمریکاست ولی با ایران تنش خاصی نداشته، شریک تجاری ایران بوده و الان هم دارن میگن که نیروهای ویژه دزدان دریاییشون رو دارن میفرستن. در واقع یه جوری دارن، شاید به طور غیر مستقیم، میگن که سپاه پاسداران در واقع دزدان دریایی هستن. فکر میکنین این چه خواهد کرد با روابط تهران و سئول؟ خب روابط تهران سئول اخیراً چندان خوب نبوده به خاطر همین موضوع پولایی که ایران طلب داشته از کره جنوبی و مسئله فروش نفت. و خب ببینید وقتی که سپاه پاسداران اقدام انجام میده در این در درست در شرایطی که قرار مذاکرات با کره جنوبی برگزار بشه، طبیعتاً برداشت‌هایی خواهد شد. و اگه خاطرتون باشه سال 2019 در تابستون 2019 زمانی که نخست وزیر ژاپن در ایران حضور داشت، همون موقع ایران یک نفتکشی که تحت مالکیت ژاپن بود و ضبط میکنه. این یکی از تاکتیک‌های شناخته شده ایرانه که از گروگانگیری برای دست بالا پیدا کردن در مذاکرات استفاده بکنه. خب طبیعتاً نیروهای ضد دوزی دریایی کره جنوبی در منطقه دریای عرب وقتی که احساس بکنن دستور بگیرن که از کشتی‌های کره جنوبی در منطقه تنگی هرمز و دریای عمان باید محافظت بکنن، مسیرشون رو عوض میکنن و بیشتر به سمت شمال میان، منطقه‌ای که در حالت عادی امن‌تر هستش، کمتر دزدان دریایی حضور دارن، ولی خب رفتارهای نیروی دریایی سپاه به هیچ وجه در این شرایط بحرانی نمیشه پیش بینی کرد. بنابراین این تصمیم رو گرفته کره جنوبی که شاید از دور یا از نزدیک کشتی خودش رو اسکورت بکنه.